سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. متاسفانه با خبر شدیم پروانه معصومی، بازیگر کهنه‌کار کشورمون، دار فانی رو ودا گفته. در این ویدیو به واکنش‌های غمناک و اندوهبار درگذشت این بانوی سینما و تلویزیون ایران می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون، امروز دوشنبه ششم آذر ماه در بیمارستانی در شهر رشت گیلان درگذشت. نعیم نظام دوست از همکاران این بازیگر در گفتگوی با ایسنا خبر درگذشت پروانه معصومی را تایید کرد. به گفته وی پروانه معصومی چند روزی در بیمارستان به دلیل عارضه پارگی روده بستری بود و امروز بر اثر عفونت ریوی به ICU منتقل شد و ساعتی پیش از دنیا رفت. پژمان بازدقی از جانب انجمن خانه سینما در استوری اینستاگرامش نوشت بازگشت همه به سوی اوست. هنوز دست به گریبان بهت از دست دادن بانو بیتا فرحی عزیز بودیم و با اون وداع نکرده بودیم که خبر ناگوار و ناخوشایند درگذشت بانوی پیشکسوت هنر بازیگری سرکار خانم پروانه معصومی داغی تازه بر دل هامون نشوند. انجمن صنفی بازیگران سینما این سوی بزرگ رو به خانواده محترم ایشون، همکاران گرامی و هموطنان عزیز تسلیت عرض میکنه. همچنین زمان و مکان مراسم تشییع و ختم این هنرمند گرامی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید. داریوش فرزیایی در استوری نوشت پروانه ای معصوم و دوست داشتنی، روحتون شاد بانوی مهربانی. نعیم نظام دوست در پست اینستاگرامش نوشت خدا حافظ بانو جان مهربانم، سفرتون سبز خانم جان، بانو پروانه معصومی مهربانم. سالهاست افتخار شاگردی شما رو داشتم. سریال پلیس جوان و دریایی ها و ساکن کلبه چوبی که مدت 2 ماه در لاهیجان با هم زندگی کردیم، کلی خاطرات زیبا ازتون به یاد دارم. شما به شدت مهربان ولی جدی بودید. خانوم و زیبا و شریف و مقتدر و به شدت مادر بودید. همیشه نگران نیما بودیم و همیشه برای ما بهترین مادر بودید. سید مهدی حقی مدیر برنامه هاتون و دوست خوب من دیروز به هم اطلاع داد که در بیمارستان بستری هستید. ازش خواستم که تلفنی با هاتون حرف بزنم. الان که شمارش رو دیدم فکر کردم که شما اجازه دادید با هاتون حرف بزنم، ولی دریغا که عمر مجال نداد برای خداحافظی. خدا حافظ بانوی زیبا. خدا حافظ خانوم جان، بانو پروانه معصومی عزیزم، همیشه دوستتون داشتم و دارم. فریبا نادری هم در استوری اینستاگرامش پست نعیمه نظام دوست رو به اشتراک گذاشت و به خانم پروانه معصومی ادای احترام کرد. آنا نعمتی هم در استوری خود عکس از زنده یاد پروانه معصومی منتشر کرد و نوشت روحت شاد هشتگ پروانه معصومی. نجمه جودکی در استوری خود عکسی از سالهای دور خانم معصومی رو منتشر کرد و اینگونه به ایشون ادای احترام کرد. سوگل تهماسبی هم در اینستاگرامش عکس خانم معصومی رو استوری کرد. حمید گودرزی در استوری خود عکس خانم معصومی رو منتشر کرد و نوشت روحش شاد و یادش گرامی. امیر محمد زند هم در واکنش به فوت خانم معصومی در استوری اینستاگرامش نوشت خدایا یه فرصت میدی یه نفس بکشیم آیا؟ ترلان پروانه عکسی از خانم معصومی رو منتشر کرد و اینگونه به اون ادای احترام کرد. شهره سلطانی در استوریش نوشت هر روز تلختر از دیروز. هومن حاجی عبداللهی هم در استوری خود نوشت و روزی هم نوبت ما فرا خواهد رسید. آن روز دور نیست، شاید همین پاییز باشد. هشتگ پروانه معصومی. نعیمه نظام دوست در استوری اینستاگرامش نوشت خدا حافظ خانم معصومی عزیزم. پروانه معصومی درگذشت. مراسم تشییع ایشون فردا اعلام میشه. امروز پیکر این بازیگر به بهشت زهرا منتقل میگردد. آزیتا ترکاشوند هم در استوری اینستاگرامش نوشت دو عزیز در فاصله چند روز، بیتا فرحی عزیز و پروانه معصومی، چقدر تلخ و دردناک، روحتون شاد و یادتون گرامی. الهام پاوه نژاد با انتشار عکسی از زنده یاد پروانه معصومی نوشت ای داد از این خزان. مهران احمدی هم در استوری اینستاگرامش نوشت پاییز دست بردار نیست،
مازیار لرستانی با انتشار پست خانه سینما در راستای فوت خانم معصومی به ایشون ادای احترام کرد. امین حیایی هم در استوری اینستاگرامش نوشت تسلیت به جامعه هنری و خانواده محترم معصومی. حسین سلیمانی با انتشار عکس تمام هنرمندانی که در پاییز 1402 از دنیا رفتن به خانم معصومی و سایر از دست رفتگان ادای احترام کرد. لاله اسکندری هم نوشت خبرهای بد امانمون نمیدن. آذر معماریان در استوری اینستاگرامش نوشت چه تلخ و غم‌انگیز، یکی پس از دیگری. عرض تسلیت دارم خدمت خانواده محترمشون و هنرمندان عزیز و مردم هنردوست ایرانم. مریم کاویانی با انتشار استوری نوشت هشتگ پروانه معصومی، چه به سرعت کم می شویم. نفیس روشن با انتشار عکس خود در کنار زنده یاد پروانه معصومی نوشت خانم معصومی عزیزم، سریال ماحصل ماند برایم به یادگار که گاهی مادرانه به هم تذکر می دادید. نوروز 88، روحتون شاد. خدایا کافیه، هر روز شکر. سریال داداشی ماه مبارک رمضان سال 87، چه زود 15 سال گذشت، چه زود از جوانی رد شدیم بدون رسیدن به آرزوها. اسدالله یکتا با انتشار استوری نوشت هر چه از شما یادم هست احترام بود و ادب. پروانه معصومی از دنیای فانی ما به سوی ابدیت پر کشید. محسن تنابنده هم با انتشار عکسی از خانم معصومی به ایشون ادای احترام کرد. پرستو صالحی هم با انتشار استوری نوشت مرگ فرصت سوگواری نمیده، پروانه معصومی روحش شاد یادش جاودان. در تمام این سالها چقدر این جمله برام جذاب بود که شبیه جوانی شما هستم. اما عجیب ترین استوری رو حمید فرخ نژاد منتشر کرد. این بازیگر بعد از خروج از کشور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی شده و گویا در راستای اینکه پروانه معصومی در زمان حیاتش از جمهوری اسلامی حمایت کرده بود، حال که اون دار فانی رو ودا گفته، فرخ نژاد چنین متنی رو استوری کرده. یادتون گرامی نیست خانوم، چه تلخ است آنچه از شما در حافظه مردم باقی مونده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.